میلیون ها سال پیش زمین بسیار متفاوت به نظر می رسید. همه قاره ها در یک جا ادغام شده بودند و زمین پر از زندگی زیبا و درنده و وحشتناک بود. وقتی به دوران ما قبل تاریخ فکر میکنید، ممکنه یه تیرکس با دندونهای تیز و تیغدارش که توی جنگل غرش میکنه رو تصور کنید. اما حتی قبل دایناسورها هم موجودات غولپیکر دیگه روی زمین حکومت میکردن. به دوره پرمین خوش اومدید. این دوره 300 میلیون سال پیش آغاز شد. در اون زمان سیاره ما یک ابرقاره به نام پانگا داشت که دور تا دورش رو یک اقیانوس بزرگ به نام پانتالاسا احاطه کرده بود. دوره پرمین در پایان عصر یخبندان آغاز شده بود، زمانی که دما بسیار سردتر از امروز ما بود. در طول روزهای اولیه پرمین زمین به محیطی سرسبز با تنوع گیاهی بالا تبدیل شد و در ادامه حشرات و حیوانات بسیار سریع تکامل پیدا کردن. این تغییرات شگفت‌انگیز فقط در مورد حیوانات رخ نمی‌داد، بلکه کره زمین هم دائما دستخوش تغییرات شده بود. در طول 50 میلیون سال آینده زمین ما گرمتر و خشکتر شد و در نهایت مرگبارترین اتفاق در تاریخ سیاره ما تقریبا هر چیزی که تا به الان در اینجا زندگی می‌کرده رو از بین برد. دانشمندان به این رویداد مرگ بزرگ میگن. این فاجعه بارترین رویداد انقراض دست جمعی بوده که زمین تا الان به خودش دیده. اما زمین 5 بار دیگه این اتفاق رو تجربه کرده. اما قبل از اینکه به این همه بدبختی و انقراض دست جمعی برسیم، بذارید شما رو به یه سفر حماسی به گذشته ببرم. اما قبل از ادامه این سفر، یادت نره که این ویدیو رو لایک کنی. اینجا در دوره پرمین برخی از باور نکردنی ترین گونه هایی که در سیاره جوان ما پرسه می زدن در شرف ظهور هستند. اگه می تونستید در زمان نزدیک به 300 میلیون سال پیش سفر کنید، در وسط ابرقاره‌ای به اسم پانگا فرود می اومدید. قاره های کوچکتر زمین به تازگی با همدیگه برخورد کردند و یک خشکی عظیم رو تشکیل دادن. یک سوم سطح سیاره رو این خشکی بزرگ تشکیل میده و احتمالاً اکسیژن کمتری در هوا نسبت به الان خودمون وجود داشته. البته هنوز ممکنه که بتونید توی این هوا نفس بکشید، اما اگه تا اینجا اومدید حتما باید با خودتون ژاکت آورده باشید. به احتمال زیاد هوا بسیار سرده و در برخی مناطق به طور متوسط دما چیزی در حدود 4 درجه سانتیگراده. البته خیلی نگران نباشید، زمین و آب و هواش به زودی شروع به گرم شدن میکنن. در پایان دوره پرمین اولیه عصر یخبندان در حال تموم شدن بود و قاره پانگا در حال تبدیل به یک دنیای سرسبز بود. در همین زمان گیاهان و حیوانات هم شروع به رشد کردند. در این دوران زمین یک دنیای آتشفشانی بود. فوران‌های شدید آب و هوای زمین رو تغییر دادن. سطح زمین رو شکل میدادن و راه رو برای تکامل موجودات زنده باز میکردن. زمانی که جنگل‌های باتلاقی غولپیکر شروع به خشک شدن کردن، زندگی گیاهی باید به این وضعیت سازگار میشد و به این صورت بود که در 290 میلیون سال پیش زمین اولین گیاهان دانه‌دار رو به اسم ژونوسپرم به خودش دید. این گیاهان دونه هاشون رو روی مخروط های خودشون حمل می کردن و مثل آتیش توی کل سیاره پخش می شدن. این جنگل باستانی همیشه سبز دوره پرمین اولیه یه چیز آشنایی رو پنهان می کرد. امروز شما می تونید توی سیکاداها و سوسکها رفتارهایی مانند سوراخ کردن و مکیدن شیره این گیاه ها رو پیدا کنید. اما حرف از سوسکا پیش اومد. این سوسکهایی که میبینید شبیه سوسکهای امروزی نبودن. این جونورای موذی ما قبل تاریخ غولپیکر و به اندازه یک پرنده بودن. اما با این اندازه بزرگ و تعداد زیاد اونها هرگز به زمین ما قبل تاریخ ما حکومت نکردن و این خبر خوبیه، نه؟
یه چیز بسیار عجیب و غریب در پانگ آ در حال پرسه زدنه، جد پستانداران اولیه که امروزه منقرض شده. اسم اون دیمیترونه. این حیوان به همون اندازه که ترسناکه، برخورد باهاش بسیار جذاب و دیدنیه. این مارمولک باستانی تا 5 متر طول و 230 کیلوگرم وزن داشته. یه عضو بادبان شکل هم روی ستون فقراتش داشته. دانشمندان احساس میکنن که این بادبان به خزنده کمک میکرده تا دمای بدنش رو تنظیم کنه، به این صورت که در طول روز گرما رو جذب میکرده و در طول شب گرمای اضافی رو دفع میکرده تا خنک بشه. دیمیترون به شکل یک کروکودیل به سمت شما راه میرفته و یک تهدید واقعی براتون به حساب میومده. در اون زمان دیمیترون یک شکارچی واقعی بوده. اون داره ترکیبی از دندونهای صاف و تیز بوده که اندامهای شما رو در ابتدا پاره میکرده و سپس میجویده. در دوره پرمین میانه سایر پستانداران مثل خزنده ها سیاره ما رو تسخیر کرده بودن. اونها آرواره های قوی با دندان های تیز و تا حدودی ایستاده داشتن. یکی از ویژگی های جالب این خزنده ها این بود که پاهاشون زیر بدنشون بوده. طول این خزنده که تراپست نام داره به بیش از 5 متر میرسیده. گونه دیگه از این جانوران دتروسوروس نام داره و گوشتخوار هم بوده، ولی 5 برابر کوچیک‌تر بوده. اگه توی این منطقه 20 میلیون سال دیگه بمونیم، میتونیم تعداد زیادی تراپست رو ببینیم. در دوره پرمین میانه زمین گرمتر شد. میانگین دمای جهانی در دوره پانگا حدود 25 درجه سانتیگراد رشد کرد. یکی از دلایل تاثیرگذار وجود آتشفشان‌هایی بود که گازهای گلخانه‌ای رو وارد اتمسفر می‌کردند. به خاطر این تغییرهای بزرگ سطح دریاها در حال تغییر بود، اما زندگی دریایی راهی برای رشد خودش پیدا کرده بود. اگر در این زمان توی این دریاها شیرجه می‌زدیم، خودمون رو پیش کوسه‌های باستانی و ماهی‌های ابتدایی استخونه پیدا می‌کردیم. در طول این مدت بسیاری از گونه‌های دریایی پیچیده‌تر اومدن و دووم نیاوردن و منقرض شدن. دلیلش هم اینه که محیط زیست دائما در حال تغییر بود. در دوره پرمین پسین ما میتونیم با خزنده‌های دیگه‌ای به اسم لایستروسروس‌ها برخورد دوستانه‌ای داشته باشیم. ظاهر این موجودات ترکیبی از مارمولک و خوک بود، اما برخلاف تمام هیولاهای ترسناک ماقبل تاریخ، لایستروسروس‌ها گیاه‌خوار بودند. اون فقط 1 متر طول داشت و پاهای جلویی بسیار قدرتمندی برای کندکاری داشت. به زودی یک مارمولک پستاندار زیبا هم در این دوره تکامل پیدا می‌کنه. سانورون یک جونده غول‌پیکر بود که حدود 1 متر طول داشت، سیبیل داشت و از حشرات کوچک تغذیه می‌کرد. در این دوره از زمان یه چیز بد داشت وارد هوا میشد. مقدار زیادی فعالیت آتشفشانی باعث جابجایی اکسیژن از جو میشد. دانشمندا فکر میکنن که اکسیژن هوا کمتر از 10% شده بود و اگه بخوایم با امروز ما که 21% مقایسش کنیم، شما به سختی در اون زمان میتونستید نفس بکشید. همچنین دما دائما در حال افزایش بود، تا جایی که دمای زمین به طور متوسط 28 درجه شده بود. این دنیای سرسبز ما قبل تاریخ در حال تبدیل شدن به یک کوره بود. همه چیزهای خوب این دوران باید به پایان برسه و متاسفانه این دوره به صورت وحشیانه‌ای به پایان رسید. حدود 252 میلیون سال پیش 90% از کل گیاهان و جانوران از بین رفتن. این لحظه غم‌انگیز مرگ بزرگ نامیده میشه. ویرانگرترین رویداد انقراض دست جمعی زمین بوده. دلیل این انقراض بزرگ هنوز برای دانشمندان یک سواله، اما بیشتر شواهدات و تئوری‌ها دلیل اصلی رو آتشفشان ها میدونن. آتشفشان عظیمی که مقادیر زیادی خاکستر رو به اتمسفر آزاد کرد. اونقدر خاکستر که نه همه، ولی بیشتر نور خورشید رو مسدود کرد. بدون نور خورشید دمای زمین به طور ناگهانی کاهش پیدا کرد و گیاهان نتونستن فتوسنتز کنن و از بین رفتن. بدون گیاهان که اساس زنجیره غذایی بودن، حیوانات هم به دنبال اونها منقرض شدن. قبل از اینکه اوضاع رو به بهبودی بره، بدتر شد. به دلیل اون همه دی اکسید کربن که آتشفشان منتشر کرده بود، دمای جهانی دوباره افزایش پیدا کرد و
این افزایش دما خیلی بالا بود. همین اتفاق هم باعث شد که اقیانوس‌ها هم کم کم اکسیژن خودشونو از دست بدن. موجودات دریایی قادر به نفس کشیدن نبودن و اکثر حیوانات دریایی دوره پرمین تلف شدن. در نهایت 95% از گونه‌های دریایی و بیش از 70% از حیوانات خشکی هم منقرض شدن. این انقراض دست جمعی میتونه شما رو به اندازه‌ای غمگین کنه که بخواید همه اون حیوانات رو برگردونید، یا شاید دلتون بخواد دایناسورها رو هم برگردونید. اما شما بگید این ممکنه؟ ما میتونیم این موجودات رو بازسازی کنیم؟ حتما در این مورد نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. همچنین اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و نظرتون رو در مورد ویدیو هم برام بنویسید. اگه به این سبک محتوا هم علاقه مندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.